داستان کوتاه شاید فردا دیر باشد. روزی معلمی از دانش آموزانش خواست که اسامی همکلاسی هایشان را بر روی دو ورق کاغذ بنویسند و پس از نوشتن هر اسم یک خط فاصله قرار دهند. سپس از آنها خواست درباره قشنگترین چیزی که می توانند در مورد هر کدام از همکلاسی هایشان بگویند فکر کنند و در آن خطهای خالی بنویسند. بقیه وقت کلاس با انجام این تکلیف درسی گذشت و هر کدام از دانش آموزان پس از اتمام برگه های خود را به معلم تحویل داده و کلاس را ترک کردند. روز شنبه معلم نام هر کدام از دانش آموزان را در برگه جداگانه نوشت و سپس تمام نظرات بچه های دیگر در مورد هر دانش آموز را در زیر اسم آنها نوشت. روز دوشنبه معلم برگه مربوط به هر دانش آموز را تحویلش داد. شادی خاصی کلاس را فرا گرفت. معلم زمزمه ها را از کلاس شنید. واقعا؟ من هرگز نمیدونستم که دیگران به وجود من اهمیت میدن. من نمیدونستم که دیگران اینقدر منو دوست دارن. دیگر صحبتی از برگه ها نشد. معلم نیز ندانست که آیا آنها بعد از کلاس با والدینشان در مورد موضوع کلاس به بحث و صحبت پرداختند یا نه. به هر حال برایش مهم نبود. آن تکلیف هدف معلم را برآورده کرده بود. دانش آموزان از خود و تک تک همکلاسی هایشان راضی بودند. بعد از گذشت سالها بچه های کلاس از یکدیگر دور شدند. چند سال بعد یکی از دانش آموزان در جنگ ویتنام کشته شد و معلمش در مراسم خاکسپاری او شرکت کرد. او تا به حال یک سرباز ارتشی را در تابوت ندیده بود. پسر کشته شده جوان خوش قیافه و برازنده‌ای به نظر می رسید. کلیسا مملو از دوستان سرباز بود. دوستانش با عبور از کنار تابوت وی مراسم وداع را به جای آوردند. معلم آخرین نفر در این مراسم تودیع بود. به محض اینکه معلم در کنار تابوت قرار گرفت، یکی از سربازانی که مسئول حمل تابوت بود به سوی او آمد و پرسید: آیا شما معلم ریاضی مارک نبودید؟ معلم با تکان دادن سر پاسخ داد: چرا؟ سرباز ادامه داد: مارک همیشه در صحبتهایش از شما یاد می‌کرد. پس از مراسم تدفین اکثر همکلاسی‌هایش برای صرف ناهار گرد هم آمدند. پدر و مادر مارک نیز در آنجا بودند. آشکارا معلوم بود که منتظر ملاقات با معلم مارک هستند. پدر مارک در حالی که کیف پولش را از جیبش بیرون می‌کشید به معلم گفت: ما می‌خوایم چیزی رو بهتون نشون بدیم که فکر می‌کنیم براتون آشنا باشه. او با دقت دو برگ کاغذ فرسوده دفتر یادداشت که از ظاهرشان پیدا بود بارها و بارها تا خورده و با نواری به هم بسته شده بودند رو از کیفش در آورد. خانم معلم با یک نگاه آنها را شناخت. آن کاغذها همانی بودند که تمام خوبی‌های مارک از دیدگاه دوستانش درونشان نوشته شده بود. مادر مارک گفت: از شما به خاطر کاری که انجام دادید متشکریم. همانطور که می‌بینید، مارک آن را همانند گنجی نگه داشته است. همکلاسی‌های سابق مارک دور هم جمع شدند. چارلی با کمرویی لبخند زد و گفت: من هنوز لیست خودم رو دارم. اون رو در کشوی بالای میزم گذاشتم. همسر چاک گفت: چاک از من خواست که اون رو در آلبوم عروسیمون بذارم. مارلین گفت: منم برای خودم دارم. تو دفتر خاطراتم گذاشتمش. سپس ویکی کیفش رو از ساک بیرون کشید و لیست فرسودهش رو به بچه ها نشان داد و گفت: این همیشه با منه. من فکر نمی کنم کسی لیستش رو نگه نداشته باشه. معلم با شنیدن حرفای شاگردانش دیگه طاقت نیاورد. گریش گرفت.
او برای مارک و برای همه دوستانش که دیگر او را نمی دیدند گریه می کرد. سرنوشت انسان‌ها در این جامعه به قدری پیچیده است که ما فراموش می کنیم این زندگی روزی به پایان خواهد رسید و هیچ یک از ما نمی دونه که اون روز کی فرا خواهد رسید. به یاد داشته باشین چیزی رو درو خواهید کرد که از قبل کاشته باشین. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشین. ممنون میشم با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت کنین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا در جریان برنامه‌های بعدی ما قرار بگیرین. تا داستان بعد، خدا نگهدار.